سلام عرض میکنم خدمت تک تک دوستان، با قسمت چهارم دوره پایتون در خدمتتون هستیم. بنده علی ارجمندی، مدرس پایتون از مجموعه دانش بنیان فرکیان تک. توی این قسمت قراره که چند تا از محیط های برنامه نویسی رو معرفی کنیم و با دستورهای ساده مثل پرینت و اینپوت آشنا بشیم. تا اینجای کار روی شل پایتون کار کردیم، محیط های برنامه نویسی ساده ای که میتونستیم داخل CMD ویندوز یا نرم افزار آیدی پیشورزی که رو خود پایتون نصب بود ببینیمشون. اما همونطور که گفتیم این آیدی ها ممکنه مناسب نباشه و 100% هم نیست، استاندارد نیستن. برای اینکه بتونیم یه محیط مناسب رو روی سیستممون داشته باشیم، باید از یه سری آیدی های قدرتمند که برای این کار طراحی شدن استفاده کنیم. شما آزادید و میتونین هر آیدی که خودتون راحت ترین، اگر کار کردین و آشنا هستین با هر چیزی که خودتون میدونید کار کنید. من توی این دوره، توی این پکیج میام از نرم افزار پایچرم استفاده میکنم. شما میتونید از نرم افزارهایی مثل VS Code یا اتم استفاده بکنید. من نرم افزار پایچرم رو باز میکنم تا بتونم یه پروژه جدید تعریف کنم تا مطالب امروز رو پروژه محور پیش ببریم. خب ثبت میکنیم تا این برنامه باز شه. Create a new project تا یه پروژه جدید تعریف کنیم. اسم پروژه رو میذارم 04 و ثبت میکنیم تا پروژه ساخته شه. قبل از اینکه برنامه ما اجرا بشه، من میخوام بهتون توضیح بدم که دستور پرینت و اینپوت که این جلسه قرار یاد بگیریم چی هستن و به چه درد میخورن. دستور پرینت برای اینه که ما هر وقت بخوایم یه خروجی رو به کاربر نشون بدیم از این دستور استفاده کنیم. حالا این خروجی میتونه یه متغیر باشه، میتونه یه عدد باشه، یه حروف، استرینگ، ورد یا حتی یه جدول باشه، میتونه عکس باشه. ما برای این کار از دستور پرینت استفاده میکنیم. حالا دستور اینپوت چیه؟ خیلی وقتا لازمه که ما از کاربر ورودی بگیریم، مثلا از کاربر بخوام یه پسورد بگیریم یا بخوام یه عددی رو بگیریم، اسم، فامیل، سنش رو بگیریم. میایم از دستور اینپوت استفاده میکنیم. برای اینکه به طور عملی متوجه بشین دقیقاً چطور کار میکنن، من میام یه دونه پروژه جدید پایتون اینجا معرفی میکنم، یه فایل پایتون باز میکنم و اسم دلخواه براش میذارم، من میذارم مین. فایل ساخته میشه. من میتونم این فایل رو هر وقت خواستم برای اجرا کردنش کلیک راست کنم و ران رو بزنم و میتونم از دکمه میانبر کنترل شیفت F10 استفاده کنم. میخوام یه کلمه رو چاپ کنم. طبق سنتی که برنامه نویس ها دارن، اولین کاری که توی زبان برنامه نویسی برای یادگیری انجام میدن کلمه Hello World رو چاپ میکنن. خب پرینت تو پرانتز Hello World. چرا من اومدم از دابل کوتیشن استفاده کردم؟ به خاطر اینکه دابل کوتیشن نماد اینه که این یه استرینگ، یه رشته است، یه متنه. اگر من دابل کوتیشن رو نذارم چه اتفاقی میفته؟ من Hello خالی رو بخوام چاپ کنم، کمپایلر پایتون میاد دنبال یه متغیر به نام هلو میگره که وجود نداره، قبلا تعریف نشده، پس به ارور میخوره. اما اگه من بیام اینو داخل یه دونه دابل کوتیشن قرار بدم، دیگه دنبال یه متغیر به اون نام نمیگره، من هر چیزی که بنویسم رو اینجا برای من چاپ میکنه. با دکمه کنترل شیفت F10 میام برنامه رو اجرا میکنم. برنامه این پایین اجرا میشه، میبینید که نوشته Hello World و برنامه تموم میشه، چون که ما هیچ کد دیگه زیر این نداشتیم بخواد اونا رو اجرا کنم. من هر چیزی بخوام میتونم بنویسم و دکمه Ctrl Shift F10 باعث میشه که برنامه اجرا بشه و دستورات یکی یکی انجام بشه. خب همونطور که قبلا گفتیم استرینگ ها رو میتونیم با هم جمع بزنیم. البته به این معنی نیست که اون جمع اعداد ریاضی که شما تو ذهنتون باشه. وقتی ما دوتا استرینگ رو با علامت به اضافه به هم میچسبونیم، باعث میشه که این دوتا استرینگ در عمل به هم دیگه بچسبن. الان من اینو اجرا که بکنم، خروجی این رو به من نشون میده: Hello World
و دقیقا از این نقطه به بعد به هم دیگه چسبیدن. من این اسپیس رو گذاشتم که اگه نمیذاشتم این دوتا کلمه به هم برخورد میکرد. من میتونم از متغیر استفاده کنم، بگم A مساویه با Hello و B مساویه با Word داخل کوتیشن یا دبل کوتیشن. میام داخل پرینت می نویسم که A به اضافه B. برنامه رو اجرا می کنم. می بینید که Hello World سرهم شده به خاطر اینکه من هیچ اسپیس اینجا نذاشتم. می تونم اینجا اسپیس بذارم، می تونم اینجا اسپیس بذارم، می تونم یه کار بهتر کنم. بیام اینجا بگم که به اضافه یه اسپیس و بعد به اضافه B. ببینید میاد A رو میذاره هر چی که هست Hello، بعد میاد میچسبونتش به این، یه اسپیس میذاره و بعد B رو در آخر بهش اضافه میکنه. خب برنامه رو اجرا میکنیم، میبینیم که الان مشکل ما حل شد. حالا اگر من یکی از متغیرهام یه عدد اینتیجر باشه، یعنی که من بخوام یه متغیر به نام C داشته باشم که 1 2 3 باشه و 1 2 3 رو آخر Hello World چاپ کنم، اگه بنویسم به اضافه C به ارور میخورم، به خاطر اینکه این A استرینگه، این متن استرینگه، این B استرینگه، اما C از نوع استرینگ نیست، از نوع اینتیجره. پس من برنامه رو اجرا میکنم ببینم چه اتفاقی میفته. میبینید که به ارور خوردم، میگه که من نمیتونم استرینگ رو با اینت جمع بزنم، فقط میتونم استرینگ رو با یه رشته استرینگی جمع بزنم. برای اینکه مشکلمون حل بشه میتونم چند تا کار کنم. میتونم همینجا این رو تبدیل به استرینگ کنم، میبینید که از نوع رشته میشه. حالا برنامه رو اجرا میکنم، ببینید انجام شد. خب برنامه من از داخلی ترین قسمت پرانتز اجرا میشه، میاد اول سی رو تبدیل میکنه به استرینگ و اینجا ما یه استرینگی به نام 1 2 3 داریم و بعد اونو به بقیه استرینگ ها کانکت میکنه، یعنی که میچسبونه. میتونم اینجا تبدیلش نکنم، میتونم بیام توی یه خط جدید اضافه کنم، بگم از این لحظه به بعد سی مساویه با استرینگ سی. اول قسمت سمت راست مساوی محاسبه میشه و بعد مقداری که به وجود میاد داخل سی ریخته میشه و حالا این سی که اینجا قرار داره از نوع استرینگ هستش. میبینید که اجرا میشه. یه کار کوتاه‌ترم میتونم بکنم که پیشنهاد خودم اینه، وقتی من میخوام مقدار 1 2 3 رو بدم، همینجا تبدیلش کنم به استرینگ. میبینید که الان اول قسمت سمت راست مساوی محاسبه میشه و نتیجهش به داخل سی ریخته میشه و اینجا سی ما از نوع استرینگ هستش. خب برنامه رو اجرا میکنم، برنامه اجرا میشه. این جزو ساده ترین مثال هایی بود که من میتونستم بزنم. متد پرینت همیشه استرینگ قبول نمی کنه. ما میتونیم داخلش عدد بذاریم. من برنامه اضافه رو پاک میکنم، ببینیم اینو اگه اجرا کنیم بدون مشکل مینویسه 12. من میتونم بنویسم 12 ضرب 2، میاد محاسبه میکنه و مقدار اونو داخلش قرار میده. من تنها کاری که نمیتونم بکنم اینه که نمیتونم این رو تبدیلش کنم، این رو بچسبونمش به استرینگ. یعنی اگر من بنویسم به اضافه یه استرینگ اینجا قرار بدم، میبینید که برنامه اون اروری که قبلا باش مواجه شدیم دوباره همون ارور رو میبینیم. برای رفع این کار میتونیم تبدیل کنیم، استرینگش کنیم. میاد اول 12 رو ضرب در 2 میکنه، نتیجه رو که میشه 24 تبدیل به استرینگ میکنه و میچسبونه به استرینگ. خب برنامه رو اجرا میکنیم ببینیم خروجی ما چیه. بله دقیقا همون اتفاقی افتاد که انتظار داشتیم اتفاق بیفته. و در آخر شعار همیشگی ما Make it silly simple. من از طرف تیم فرکیان تک به خاطر دیدن این کلیپ از شما تشکر میکنیم. ما رو حتما در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، تلگرام، آپارات، یوتیوب و فیسبوک دنبال کنید و حتما از وبسایت ما به آدرس farkiontech.com دیدن کنید تا کلیپ‌ها و جزوه‌های دیگه‌مون رو اونجا ببینید. به امید موفقیت و پیشرفت بیشتر، خدا نگهدار.